در ایران آمار زخمی های زلزله بیشتر شده، به نزدیک 10,000 نفر رسیده. شمار کشته ها هم به 474 نفر رسیده. گرچه نگرانی از این است که با دسترسی بیشتر به روستاهای دورافتاده شمار کشته ها بیشتر هم باشد. وزیر کشور گفته برای بازسازی این مناطق کمک های بلاعوض و تسهیلات ویژه در نظر گرفته شده و 24,000 چادر بین زلزله زدگان تا کنون توزیع شده. مسعود آذر گزارش دارد از شهرها و روستاهای زلزله زده، نبود آب و برق و کمبود وسایل اولیه. سه روز از زلزله در استان کرمانشاه گذشت. برای ما که دوریم زلزله می شود خبری در میان خبرها، اما برای آنها که در بطن حادثه هستند تازه می فهمند معنای سرپناه و سرما و سلامتی را. جستجو برای کسانی که زیر آوار ماندند پایان یافته و گفتند دیگر کسی زیر آوار نیست. شمار آسیب دیده ها رو به افزایش است. بیمارستان های صحرایی دایر شده و زخمی ها در حال مداوایند. برای نجات یافته ها آب و برق کلید زنده ماندن است. وزیر کشور گفته آب و برق همه مناطق زلزله زده وصل شده، اما رسانه ها می گویند بسیاری از روستاها همچنان شب را در تاریکی به سر می برند. نه آب دارند و نه برق. چادر، شیر خشک و نبود وسایل اولیه زندگی را هم باید به فهرست کمبودها اضافه کرد. امداد رسانی دولتی و مردمی در جریان است. مردم در استانهای مختلف به طور خودجوش هرچه در توان دارند می فرستند. سازمانهای امداد رسان مثل هلال احمر هم گفتند هزاران چادر، بطری آب و دارو بین زلزله زده ها توزیع کردند. اما مردم این مناطق همچنان از نابسامانی توزیع امکانات اولیه گلایه دارند. شهرهای مرکزی اوضاع بهتری دارند، اما روستاها و جاهای دوردست در بحرانند. وسایل میاد، کمک‌های مردمی هست، درسته، به دست مردم میرسه، ولی اون چی که چیزایی که دولت میخواد به ما برسونه دست مردم نمیرسه متاسفانه. الان ما خانواده هستن اینجا، چادر ندارن، بیان مستقرن اینجا میخوان، لازم دارن به اونا تقسیم، برای اونا تقسیمش کنن، نه اینکه مردم از جاهای دیگه، از شهرهای دیگه میان اینجا چادرها رو میبرن، یارو 10 تا 12 تا میبره میذاره گوشه خونش، میاد سر راه ماشینا رو قارت میکنن، به دست مردم نمیرسه چادرها. هیئت دولت امروز برای مناطق آسیب دیده مصوبه هایی داشت. برای مناطق روستایی 25 میلیون تومان و برای مناطق شهری 35 میلیون تومان، بلاعوض مناطق روستایی 5 میلیون تومان و شهری 6 میلیون تومان هست. برای خانوارهایی رو که نیازمند به مرمت و تعمیر واحدهاشون هستن به صورت تسهیلات 12 میلیون تومان چه شهر و چه روستا داده میشه و بلاعوض این خانوارها 2 میلیون تومان خواهد بود. هواشناسی گفته هوای مناطق زلزله زده سردتر میشود، به زیر صفر میرسد. باران هم در راه است. باران به روی مخروبه های شهر و روستا، و در این میان چه سخت است دیدن اشک های زلزله زدگان در میان قطره های باران. مسعود آذر، مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از بن آلمان با ماست. آقای مهدوی آزاد، انتقاداتی بوده نسبت به عملکرد دولت در کمک رسانی. با توجه به سوابق اینجور اتفاقها و عملکرد دولت آقای روحانی، فکر می‌کنید که این اعتراضات وارد هست؟ ببینید، در 4 دهه گذشته ما 4 زلزله بزرگ داشتیم. در واقع هر دولتی یه زلزله بزرگ داشته. سال 69 دولت هاشمی رفسنجانی زلزله رودبار و منجیل رو داشت. سال 1382 دولت دوم محمد خاتمی زلزله بم رو داشت. سال 1391 دوباره دولت دوم احمدی نژاد زلزله برزغان رو داشتیم و حالا دوباره در دولت دوم روحانی زلزله ازگله. در هر 4 زلزله بیکفایتی محرز بوده، در واقع بی‌نظمی اداری، بی‌نظمی پرسنل و لیست بزرگی که میتونیم بگیم و تقریبا هم شبیه هم بوده. اما هر 4 بحران بلافاصله
از ابعاد اجتماعی بالاتر رفته، مسئله سیاسی شده، دو طرف مقابل هم سفارایی کرده و این بی‌کفایتی فراموش شده. در واقع حتی در سال 57 هم یکی از دلایل در واقع تسریع فروپاشی محمد رضا پهلوی در انقلاب 57 زلزله طبس بود، شهریور 57 و نقشی که در تبلیغات داشت. میخوام بگم که این بی‌کفایتی فعلی در تمام دوران در 4 دهه گذشته بوده، هیچ کدامش هم هیچ سال به سال بهتر هم نشده شاید. اما سیاسی شدن این پرونده اتفاقا باعث میشه این بی‌کفایتی فراموش بشه. دقیقاً این بحث سیاسی شدن الان تو این مورد خاص در این زلزله اخیر به نظر بیشتر به چشم میاد، به خصوص با بحث مسکن مهر و صحبت‌های خود آقای روحانی و تیتر اخیر کیهان. به نظر میرسه دولت آقای روحانی اینجا اشتباه کرد. در واقع مسکن مهر یک فاجعه بود برای کشور، اما در این زلزله اینکه دنبال برای مسکن مهر بریم بی‌انصافیه. اینکه یه ساختمون از مسکن مهر خراب شده دلیل در واقع زیر سوال بردن پروژه نیست، پروژه مشکلات بزرگتری داره. برای این دولت آقای روحانی هم سیاسی کاری کرد. از اون طرف اون جناح هم تیتر یک امروز کیهان رو نگاه بکنید، تمام توانش رو دوباره وسط آورد که حالا علیه دولت کار بکنه. اما یه چیزی هم نباید فراموش کنیم، این هستش که دولت آقای روحانی به نسبت در واقع دولت‌های گذشته در دور دومش با کاهش محبوبیت مواجه شده. در واقع در دو سه ماه اخیر دولت آقای روحانی با فروپاشی محبوبیتش مواجه شده و این مسئله باعث شده که دولت آقای روحانی خیلی تنها بمونه. اینکه الان انتقادات از دولت روحانی بیش از انتقادات مثلا از دولت محمد خاتمی دوره دوم زلزله بم بود یا هاشمی رفسنجانی یا حتی احمدی نژاد در زلزله برزغان به چشم میاد، به این خاطر که دولت آقای روحانی حامیانش رو بخش بزرگشون از دست دادن، بنابراین تنها مونده. و البته خب مثل دولت‌های قبلی ما همچنان بی‌کفایتی، حرف‌های شعاری و مثل نوار یه چیزای تکراری رو می‌بینیم. یعنی دوباره روحانیان تندرو می‌گویند این بلا و عقوبت بود، سپاه سعی می‌کنه برای خودش تبلیغات بکنه، بتی سعی می‌کنه برای خودش از این نمد کلاهی بدوزه و جناح‌های مختلف. به سپاه اشاره کردید، الان بحث حضور ارتش هست، حضور سپاه هست. اصلا در مجموع وظیفه کیه که این کار رو انجام بده؟ چرا همه با هم دور همی رفتن؟ ببینید خانم قاضی‌زاده، من 4 زلزله اخیر ایران رو پیگیری کردم، 3 تاشو به صورت به عنوان روزنامه‌نگار پیگیری کردم و زلزله های دیگری که در واقع ابعاد کوچکتری داشته. در تمام زلزله های ایران در 2 روز اول ما بحرانی که داریم اینه که سپاه به عنوان نیروی امنیتی برای حفظ امنیت میره اونجا مستقر میشه و جلوی عوامل امدادی رو میگیره. دیروز معاون امداد و نجات سازمان هلال احمر بعد از 2 روز تازه گلایه کرده. میخوام بگم این مشکل رو هنوز نتونسته ساختار مدیریتی ایران حل بکنه. اینکه وظیفه چه کسی هست ظاهرا باید شورای تامین باشه، هلال احمر، بنیاد مسکن، روی کاغذ روشنه، اما این بی‌نظمی اجتماعی که ما ببینیم در بعد اداری هم وجود داره، واقعا همه دور و بر خودشون میچرخن. به اینجا میرسیم که دیروز شهردار ازگله رو به دوربین میکنه، از مردم خواهش میکنه که خودشون دارو بفرستن، قحطی چادر هست، قحطی پتو هست، قحطی نان هست و این وضعیت بی‌کفایتی که فقط میتونیم تاسف بخوریم. ممنونم از شما مهدی مهدوی‌آزاد، روزنامه‌نگار، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از بن آلمان.